سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از خبر تلخ و ناگواری که در مورد بازیگر خوب کشورمون خانم مرجان گلچین به گوش رسیده. با ما همراه باشید. لطفاً عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از همه از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. توی روز گذشته خبرهای دردناکی در مورد خانم مرجان گلچین در فضای مجازی منتشر شده که در ادامه به اون پرداختیم. مرجان دلدار گلچین متولد دوم اسفند 1347 در تهرانه. ایشون تحصیل کرده هنرستان موسیقی و فارغ التحصیل کارگردانی سینما از دانشگاه سوره است که تجربه‌ای هم در دوبله و گویندگی دارند. به عنوان آخرین فرزند در یک خانواده با سه برادر و دو خواهر بزرگتر در تهران به دنیا اومد. پدرشون نظامی و اصالتاً ترک زنجان و مادرشون گیلانی بوده. مرحوم نادیا دلدار گلچین بازیگر دیگر ایرانی دختر عموشون بوده و مرحوم نادر گلچین خواننده عموشون بوده. خانم مرجان گلچین توی سال 1356 وقتی که فقط 9 سالش بود توسط خواهرش منیژه که بازیگر تئاتر بود به غلام حسین لطفی برای بازی توی مجموعه‌ای به نام اخلاق در خانواده معرفی شد. با این سریال اولین بار جلوی دوربین رفت. بعد از اون به سمت تئاتر کودک رفت و روی صحنه تجربیات زیادی به دست آورد. در حقیقت میشه گفت که خانم مرجان گلچین روی صحنه تئاتر بزرگ شده و بعد از اون هم ادامه نوجوانی و جوانیش رو جلوی دوربین تلویزیون و سینما بوده. با دومین تجربه در سریال آینه در سال 1364 وقتی 18 ساله بود حرفه‌ای بازیگری رو تجربه کرد. بعد از اون هم در سال 1366 با فیلم سینمایی گل مریم وارد سینما شد. اصل شهرت خانم گلچین با سریال آینه عبرت در سال 1367 بود. چهره ایشون بعد از پخش این سریال بسیار مشهور و شناخته شد. بعد از اون هم در سریال کلانتر 2 در سال 84 بسیار دیده شد و با سریال به زنگاه رضا عطاران در سال 1387 واقعاً به اوج شهرت رسید. اما خانم مرجان گلچین زندگی زناشویی موفقی نداشته. ایشون در سال 1374 با کریم آتشی که کارگردان معروفی در سینما و تلویزیون ایران بود ازدواج کرد و در سریال گریز و سقوط به کارگردانی ایشون ایفای نقش کرد. با اینکه کریم آتشی خودش کارگردان سینما و تلویزیون بود با بازیگری مرجانه مخالفت کرد و همین مسئله منجر به جدایی اونها و طلاقشون شد. کریم آتشی متولد 1343 در شهر ری کارگردان و فیلمنامه نویس بود. ایشون فارغ التحصیل دکترای علوم سیاسی و کارشناسی مهندسی عمران داشت. این کارگردان از سال 1387 دیگه هیچ فعالیتی در سینمای ایران نداشت. اما در 19 شهریور 1399 خبر درگیری و شلیک مرگبار اون به همسایه‌اش در فضای مجازی حسابی پیچید. خانم گلچین در مصاحبه‌ای گفته من مادر نشدم. شاید این جمله خیلی کوتاهی باشه اما تصمیم گیری برای اون اصلاً کار راحتی نبود. دلیلش هم این بود که عاشق کارم بودم. این وقف بودن در کار با مسئولیت مادری در تضاد بود و همش به خودم میگفتم که بچه رسیدگی میخواد، مادر میخواد، پرستاری میخواد و نمیشه که اون رو به بهونه کار به حال خودش رها کرد. ایشون در ادامه گفته در سال 1374 آخرین فیلم سینماییم رو کار کردم و بعد از اون برای ادامه تحصیل از ایران رفتم. چند سالی رو در انگلیس ساکن شدم چرا که دوتا از برادرهام و خواهرم اونجا زندگی میکنن. مدتی رو اونجا بودم اما دلتنگی و غم غربت باعث شد که نظرم عوض شد و دوباره به ایران اومدم.
خانم مرجانه گلچین در زمینه موسیقی هم فعالیت داره. ایشون گفته من رشته اصلی موسیقیه. خوشحالم که در فضایی بزرگ شدم که موسیقی حرف اول و آخر رو میزنه. خیلی وقتها دلم میسوزه که فعالیتم تو کار تصویر بیشتر شده و باعث شده که از رشته اصلیم و سازم که تاره دور بیفتم. همینطور از ورزشی که بهش علاقه دارم. من به کوهنوردی علاقه زیادی دارم، اما در حال حاضر بعد از اینکه سر صحنه پام شکسته بود و عارضه‌ای که برام پیش اومده بود بیشتر پیاده روی میکنم. با توجه به اینکه مادر ایشون شمالیه و اهل خطه گیلانه، ایشون گفته که آشپزی غذاهای شمالی رو بسیار دوست دارم و غذاهای شمالی رو در کل خیلی خوب میپزم. ایشون در مورد اخلاق بدش هم این رو گفته که نمیتونه به هیچ کس نبگه و متاسفانه خیلی از کارها رو در صورت ناراضی بودن انجام میده. خانم مرجانه گلچین آرزوی عجیب و غریبی هم داره و گفته دلم میخواد یه جایی برم که همه چیز تمیز و شسته رفته و پاکه، همه دریاها تمیزه و هیچ آشغالی در هیچ جایی دیده نمیشه. البته میدونم که این یه مدینه فاضله است و هیچ جایی نمیتونه چنین شرایطی رو داشته باشه و همه چیز توی اون درست و اصولی و کاملا بهداشتی باشه و وقتی که زباله ها و دریاهای کثیف و هوای آلوده رو میبینم واقعا عذاب میکشم. حالا اما مرجانه گلچین ویدیویی رو در فضای مجازی منتشر کرده و با طرفدارانش صحبت کرده. ایشون در کپشن هم نوشته فرهنگ یعنی بپذیریم که وجود هر کس دو بخش داره. اول، چیزهایی که انتخاب خودش نیستن و به طور طبیعی به او داده شدن و نباید مسخره بشن. دوم، چیزهایی که انتخاب خودش هستند و به ما ربطی ندارن. در ادامه هم نوشت پشت صحنه سریال چشمبندی که به زودی از شبکه 3 پخش میشه. هموطن عزیز، بازیگری فقط عینک زدن، لباس خوب پوشیدن، تو بهترین سالن‌های زیبایی میکاپ شدن، پیش بهترین متخصص‌های پوست رفتن و به پوست رسیدن، ورزش کردن، به اندام رسیدن نیست. بازیگری همه اینها رو داره برای اینکه بتونه یک بازیگر مقبولی باشه که جلوی دوربین رضایت شما رو جلب بکنه. این صحنه ها هم جزء بازیگریه. دیشب هم مثل خیلی از دفعات دیگه من متاسفانه دچار سانحه شدم. پشت صحنه‌اش رو میذارم، مربوط به سریال چشم‌بندی، که زمین خوردم و متاسفانه پوست صورت و سمت چپ بدنم درگیر شده. آقای سیاوش مفیدی هم یکی دو روز پیش قوزک پاشون شکست. آقای لولایی از چند تا پله پرت شدن. خواهش میکنم اینقدر ما رو قضاوت نکنین. خواهش میکنم اینقدر نگید که اینها فقط خوشی میکنن و از درد مردم خبر ندارن. ما هم مثل شما دردمندیم، ما هم مثل شما روزهای سخت داریم. باور کنید، دیگه چیزی از بازیگرا باقی نمونده. تو رو خدا به امان خدا رهاشون کنید، بذارین به درد خودشون برانن. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.